ما با اجازتون میریم. محمد جون تو به آیدان بگو کارس لغو شد. مطمئنم آیدا خوشحال میشه، به خاطر اینکه عروسی عجله‌ای میشد، خیلی ناراحت شده بود، خوشحال میشه. خب گفته بودیم میریم رستوران اوزان. آی حمید، پسر شیرنیایی میپزه که انگشتاتو باهاش میخوری. من با نهان دیروز میخواستیم بریم ولی نشد. من یه هدیه کوچیک گرفته بودم، میخواستم ببرم اونو به... راستش حمیدم خیلی میخواد بره ولی کادومون تو خونه است. باشه یه وقت دیگه. عزیزم کافیه که تو بخوای. اول میریم خونه، از اونجا میریم رستوران. من که حالم خوبه. یکی از بچه هم یه پروژه بزرگ گرفت. راستش من که خیلی خوشحالم خانم. وقتی اینجوریه اونجا همو میبینیم. آی نهان جون، ما هم از اونجا میریم طلا رو میخریم، چطوره؟ باشه میریم. خداحافظ پسر. خداحافظ. خدا لعنتش کنه. من میگم این تیمون جلویه ازدواج و رفتن ما از اینجا رو میگیره و کار کارس هم ازمون میگیره. تو میگی بریم رستوران اوزان و شیرنی بخوریم. یکم آروم باش. نمیتونم آروم باشم. وقتی آقا تیمون اینجوری با من بازی میکنه، منم یه جوری دیگه بازی میکنم. آخرین بازی یا اون از بین میره یا من از بین میرم. اون نقشه منو خراب کنه، منم دنیا رو سرش خراب میکنم. حالا میبینی، نابودش میکنم. الو کرم. آره اونو نابود کن. وقتی اون نهان خانم بی همه چیز جلوی من از بچه هاش تعریف میکنه، مخم سوت میکشه. بفهمن آقا اوزان رستورانشو از دست داده، بالاخره من یکم دلم آروم میشه. آهان، الانم یه بوس بده. الانم منو بوس کن. الانم بیا بغلم. یالا خوش بگذره. اینو بگیر عزیزم. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر بوسه. صبح بخیر دنیز. یالا بیاین بریم سر کلاس. خوش بگذره عزیزم. امروز خیلی بد شروع کردیم ولی بوسه از دیدن تو خوشحال شد. ممنونم. منم خوشحال شدم عزیزم. خب تو خونه مشکلی بود؟ نه چیزی نیست، ولش کن. بیا بریم میرسونمت. نه نمیخواد زحمت بکشی. ایستگاه اتوبوس نزدیکه، میرم اونجا. خب چه فرقی داره؟ ما که تو اینجا اومدیم عزیزم. واقعا بهتره من تنها برم آقا اوزار. همین که ما رو تا اینجا رسوندی خیلی خوب شد. خیلی ممنون. بعدا حرف میزنیم. کمرو؟ بله. چیزه، راستش اینجا اومدنم یه دلیل دیگه ای داشت. یادته که گفته بودی اگه میتونستم کاری کنم حتما بهم بگو. آره. راستش یه کاری هست که تو میتونی انجام بدی. خیلی خوب، حالا وقتش چشماتو ببندی. لطفاً چشماتو ببند دیگه عزیزم. باشه، میبندم. الان با هم تو کاپادوکیاییم. از همون روز اولی که عشق تو چشای همدیگه دیدیم اصلا جدا نشدیم. یعنی محمد تو زندگیمون نیومده و تو اصلا دستامو ول نکردی؟ آره همینطوره.
بالونهای هوایی رو توی ذهن تصور کن. خورشید در حال طلوع کردنه. طلوع خورشید خیلی قشنگه. دست تو میگیرم چون از ارتفاع خیلی میترسی. از سوار شدن آسانسور، بالون‌های هوایی، همینطور از تنهایی، ولی بیشتر از همه اینا از این میترسی که عزیزاتو از دست بدی. پس هیچ وقت دستمو ول نکن، باشه؟ ول نمی کنم. روز اولی که دیدمت بهت قول دادم هیچ وقت ولت نمی کنم آیدا. بعدشم سالها میگذره، منم هر روز بیشتر از روز قبل عاشقت میشم. با هم ازدواج کردیم، سال هاست داریم با هم زندگی میکنیم. من انقدر دوستت دارم که نمیذارم دیگه ترسی تو چشات دیده بشه. وقتی کنارم باشی از هیچی نمیترسم. هرگز تنهات نمیذارم. باور کن. محمد اومد. تیمون وایسا، باز نکن لطفا. تیمون لطفا آروم باش. میخوای به محمد چی بگی؟ اگه به بابات بگه چی؟ اگه به تو ضرر برسونه چی؟ لطفا بی خیال شو. آیدا ببین، گوش کن چی میگم. اصلا بذار اون تا میتونه تو را به ترسونه. اون خیلی به من بده کاره. به من اعتماد کن. از شر محمد خلاص میشیم، باشه؟ بس که در زدم دستم. تیومان چه اتفاقی؟ داشتم میرفتم سر کارم که یه پرونده رو تو خونه جا گذاشتم. یه پرونده مهمه، برش میدارم و میرم. ببخشین مزاحمتون شدم. الان برش میدارم و میرم، باشه؟ شما به کارتون برسین، من اینو فراموش کرده بودم. تیومان بعد از مدت ها برای اولین بار دارم میبینم که آیدا میخندید. تو اصلا جایی نرو. شما هیچ وقت از هم جدا نشین. نه خب من میرم. از این به بعد میخوام همیشه بخندی. باشی. قول میدی؟ قول میدم. چطور آروم باشم؟ چطور آروم باشم؟ عموم همه چی رو حل کرده بود. من اون پروژه رو میگرفتم و بعدش با آیدا از اینجا گورم رو گم میکردم. اون موقع آقا تیومان میموند، همه چی همینجا میموند. یه کاری بکن، ببین تیومان کیو میفرسته اونجا، پیداش کن و نابودش کن. امکان نداره. یعنی چی که امکان نداره؟ مگه من بهت نگفتم مراقب تیومان باش؟ اون یارو چی کار میکنه؟ پروژه رو از دست ما میقاپه، اما تو فقط نگاه میکنی. تیومان کجاست؟ بهت گفته بودم تعقیبش کن، نکنه یادت رفته؟ نه یادم نرفته. کجاست؟ آقا تیومان الان پیش آیدا خانومه، اونا تو خونه دمیت خانوم هستن. بهت نشون میدم. کمرو یادت میاد گفته بودی اگه بتونم برات کاری انجام بدم خوشحال میشم؟ آره. در واقع یه کاری هست که میتونی برام انجام بدی. کمرو من نمیتونم با همه راحت حرف بزنم. باید یکی باشه که
به حرفم گوش بده کمرو، و هیچکی بهتر از تو نیست. من چیزه، لطفاً حرفمو زمین ننداز، فقط 2 دقیقه حرف میزنم. ببین اینجوری حالم بهتر میشه. باشه، خیلی ممنون. بیا بریم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. دارم دیوونه میشم. دختر، تو دیوونه شدی؟ آره دیوونه شدم، دیوونه شدم، دیوونه شدم مامان. کمرو بالاخره منو دیوونه کرد. به هر سمتی نگاه میکنم اونو میبینم، همه جا کمرو رو میبینم، هر جایی میرم کمرو جلو چشامه. نمیدونم چی کار کنم. اینهاش، اینم مال اونه. دختر این که مال منه. بیا بیا بگیر بشین. به خودت بیا نازی. مامان چی شده؟ کمرو باهات چی کار کرده که انقدر دیوونه شدی؟ کسی که دوستش دارم ازم میگیره و من نمیتونم کاری کنم. اوزان گفت که تو قلب من فقط جایه یه نفره. مامان این یعنی اون کمرو رو دوست داره. کار رستورانم دیگه تموم شد. یعنی چی که کار رستوران تموم شد؟ تموم شد دیگه، تموم شد. میدونی چیه؟ من الان بیکارم. حتی آدمی که دوستش دارم هم از دست دادم. من اونو دوست دارم، نمیتونم کاری کنم. باشه آروم باش دیگه. من خیلی دیرم شده. من حالا به اون قدریه جادوگر چی بگم؟ بگم دخترم دیوونه شده بود به خاطر اون دیر کردم؟ هنوز هیچی نشده، کار رستورانم تموم شد، گذاشتیش واسه من؟ مامان ببین، جونم به لبم رسیده. باشه این کارو با من نکن. نازلی چیه؟ چیه؟ همش نازلی، 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 چیه؟ بس دیگه. عجب گیری افتادیم. تیومان کجاست؟ بهت گفته بودم تعقیبش کن، نکنه یادت رفته؟ نه یادم نرفته. آقا تیومان الان پیش آیدا خانومه، اونا تو خونه دیمیت خانوم هستن.
خیلی اینجا نمیمونیم مگه نه؟ تو نمیخواد نگران باشی، من خیلی وقتتو نمیگیرم. نتونستم واسه خودم یه کاری دست پا کنم. دقیقا وقتی گفتم تو این کارم موفق شدم که از دست حماقت خودم همه آرزوهام برباد رفت. همچین اتفاقی نیفتاده. منظورت چیه؟ فکر میکنم میتونی به آرزوهات برسی. به نظر من برای به دست آوردن آرزوهات باید تلاش کنی اوزان. آره حق با توه، ولی فقط این نیست. یعنی وقتی بابام به فهم رستورانو از دست دادیم کاملا از چشمش میفتم. میدونی دروغ گفتنم که کار خیلی سختیه، ولی حرف زدن باهاش از اونم سخت‌تره. مجبورم این رازو مخفی نگه دارم، ولی من واقعا خسته شدم. بابام میگفت تاریک ترین قسمت شب وقتیه که آفتاب داره طلوع میکنه. صبر کن، فقط صبر کن، بذار اون آفتاب طلوع میکنه. راستی درباره بابا چیزی نگفتی، اون چه جور آدمی بود؟ بابای من خیلی آدم خوبیه. فعلا بیگناه تو زندان افتاده. میدونی خیلی دلم براش تنگ شده. وقتی بهش فکر میکنم خیلی دوستش دارم. حالا من که هیچ. واسه بوسه خیلی سخته. یعنی بدون این که باباشو درست ببینه بزرگ میشه. خب این مشکل چاره ای نداره. چه میدونم اگه واسه خودمون یه وکیل بگیریم، یعنی میشه این مشکل رو حل کرد؟ نه نه، ما خیلی سعی کردیم. همینجوریشم بابام تو زندونه، فکر میکنم منم از کار اخراج میکنن. یعنی چی؟ ببین دیروز یه نفر از شرکت اومد، سابقه جرمی و گذشته تمام کارمندا رو زیر و رو کرد. تو که میدونی اوضاع منم چندان خوب نیست. پرت و پلا نگو عزیزم، این دیگه چه حرفیه؟ من اجازه نمیدم از اینجا بری، مگه الکیه؟ اگه اینجوری برم جلو دیرم میشه، اون موقع حتما اخراج میشم. باشه من میرسونمت. لازم نیست منو تو خونه برسونی، من نزدیک خونه پیاده میشم. باشه هر جور راحتی. اینم از این. ببخشید. تو خوبی؟ فقط یه هو ترسیدم آیدا. تو قلبم داره کبوتر پرواز میکنه. این یعنی چی؟ مامان بزرگم میگفت. مامان بزرگم وقتی ما بچه بودیم قبل از اینکه بخوابیم درباره عشقش نسبت به بابا بزرگم میگفت. میگفت وقتی چشم به بابا بزرگت میافتاد یه جوری میشدم. وقتی اونو می دیدم خیلی هول می کردم، زبانش بند می اومد. به ما هم می گفت که وقتی بزرگ شدین می فهمین. اگه یه روز حس کنین که تو قلبتون کبوتر پرواز می کنه، پس عشق واقعی همونه. صداشونو می شنوم وقتی می بینم اید. هر لحظه قلبم به عشق تو می تپه. به خاطر زنده کردن و
شنیدن اون حرفا هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. خودشه، این دفعه دیگه محمده. خیلی خوب، آروم باش، روزای بعد تموم میشن. ایده تو همینجا بشین. باشه، خانم جون، کادو یادتون رفت، این که خالیه. واقعا؟ من خودم میدونم، همینطوریشم به خاطر یه کادویی که اصلا باز نمیشه. چرا باید پول خرج کنم؟ بذار اون نهان ببینه پسرش چطور رستورانا به باد فنا داد. خیلی دوست دارم اون موقع قیافه حمیدو ببینم. میدونی قدریه جفت بچه هاشو بدبخت و بیچاره کرد. بذار ببینه. خودم به حساب اوزان میرسم، محمدم میره سر وقت تیمان. اینا همشون میرن رستوران، رستورانم نابود شده. باید زنگ بزنم نازلی، حداقل اوزانو نجات بده، اینجوری خوب میشه. مامانم زنگ زده، لطفا کاری به کارم نداشته باشین، من اوزان از دست دادم، نمیخوام. تو داری چه غلطی میکنی؟ حداقل گوشی تو جواب بده، جواب بده نازلی، جواب بده. میدونستم یه اینجا. کرم بهت گفت من اینجا، مگه نه؟ آیدا کجاست؟ بگو ببینم تو با اون چی کار داری؟ تو با نامزد من داری تو این خونه چی کار میکنی؟ آیدا! شش. اول آروم باش. وقتی داری با آیدا صحبت میکنی مراقب حرف زدنت باش. باید از تو بپرسم چجوری با نامزدم حرف بزنم؟ آره، باید از من بپرسی، چون آیدا دیگه نامزد تو نیست محمد. آیدا اصلا هیچ نسبتی با تو نداره. همه چی تموم شد. به آخر خط رسیدیم پسر عمو جون. دیگه نبینم صدا تو برای آیدا ببری بالا. حتی اگه بخوای بهش سلام بدی، من میدونم. و تو بفرمایین خاله ملاحت. آی دست درد نکنه دخترم. والا خوب شد که اومدی، الانم یکم حالم بهتر شد. نوش جونتون خاله ملاحت. حالم بهتر شد، ولی تو هم خوشحال به نظر میای، مگه نه؟ خیر باشه. هیچی، من مثل همیشم. باور نمی کنم این زیبایی چهرتو هر جایی که ببینم میشناسم. لپاتم قرمز شدن. این روزا یکم بگی نگی داری مشکوک میزنی، حواست یه جای دیگه است. نه خاله ملاحت، اینطور که فکر میکنی نیست. پای عشق در میونه. چی؟ نه بابا، هیچ عشق در کار نیست. من عاشق نیستم. چرا باید عاشق کسی باشم؟ نه من عاشق نیستم. باشه، من جوابمو گرفتم. ببین منو
هر کسی که زبونه تو اینجوری میچرخونه کبوترای قلبتو به پرواز در آورده، خودتم میدونی که اصلا ازش منصرف نمیشی. نه خاله من، حتی همچین چیزی نیست. آه، عشق توی این دنیا بهترین چیزه. اگه پیداش کردی بهش فکر نکن. باشه، یعنی نگو که اصلا نمیشه، نگو این کار غیر ممکنه. دنبال روشنایی قلبت برو. به هم یه قولی بده، کسی که دوستش داری و اصلا تنها نذار باشه. من برم براتون کرابیه بیارم. کمرو ببین، من میخوام اینو کادوش کنم، میتونی اینو برام آمادش کنی عزیزم؟ باشه باشه، من حلش میکنم. این چقدر قشنگه. بابای اوزان اینو برای رستوران گرفته. قنچه دخترم، هنوز آماده نشدی؟ ببین زنم و قدریت منتظرمونه. من حلش میکنم، حلش میکنم، نگران نباشین. باشه دخترم، تو اینو درست کن. قنچه اوزان، الان از همه چی با خبر میشن، باید زودتر به اوزان خبر بدم. تو صبر کن، اون آفتاب طلوع میکنه. اوزخان جواب بده لطفاً، مامانت داره میاد، جواب بده. به هم یه قولی بده، کسی که دوستش داری و اصلاً تنها نذار باشه. آیدا، این داره چی میگه؟ چرا داره چرت و پرت میگه؟ دارم از تو میپرسم. منو ببین، یه بار بهت هشدار دادم دیگه حرفی باقی نمیمونه. وقتی داری با آیدا صحبت میکنی صدا تو بیار پایین. شنیدی یا نه؟ اون تو رو نمیخواد، دیگه نامزدی وجود نداره. دیگه اصلا نمیخوام به هیچ عنوان تو رو نزدیک آیدا ببینم. تو کی هستی ها؟ کی هستی؟ باید از تو بپرسم؟ ما ازدواج میکنیم. اون به من بله گفت. آیدا بگو، بگو ازدواج میکنیم، بگو، دیگه چاره جز این نداری. چرا چاره جز این نداره؟ ها سب کن، سب کن، من بهت میگم، چون تو اونو تهدید کردی، از مرزی بابام سوء استفاده کردی و اونو ترسوندی. آشغال، این یارو چی میگه؟ چرا داره مزخرف میگه؟ کافیه دیگه، انکار نکن. محمد سب کن، نکن لطفا، آروم باش. کامرو زندگیم، کامرو رو ولش کن دیگه، بیخیال. صفیه میدونه میریم، مامانم که هست، یالا بریم، دیر شده. آی حمید، اوزان وقتی که ما رو ببینه حتما خیلی خوشحال میشه، واقعا تعجب میکنه. بریم. یالا بیاین دیگه.
زودتر بیاین ببینین بچه‌تون چه دست گلی به آب داده. برای آخرین بار میگم اگه همین امروز این رستوران رو تخلیه نکنین منم به پلیس زنگ میزنم. بهتر کار اشتباهی نکنی. اوزان من میدونم اوزا حسن خوب نیست، اما لطفاً یه نگاهی به خودت بنداز. ببین تو از صفر شروع کردی، باشه، ولی حالا کاریه که شده، ولی تو باید قوی باشی. نکنه تو خودی عشقی؟ تو رو خدا جواب بده اوزان، حداقل پیامکم رو ببین لطفا. خانوادت دارن میان، لطفا جواب بده اوزان. تو رو خدا گوشی تو جواب بده. باش. داداش این بچه کجاست؟ بهش نگفتیم میاییم؟ ما میخواییم سورپرایزش کنیم عزیزم، اون خبر نداره. خیلی خوش اومدیم. کمرو دخترم. دخترم تو کی اومدی؟ مگه تو خونه نبودی؟ من خونه بودم آقا حمید، اما آقا حسان زنگ زد گفت شما میخواین بیاین اینجا. بهم گفت بیام و ازتون استقبال کنم. گفت تو برو و منم زودی میام. خب همینجوریشم اون الان تو راهه. بفرمایین بشینین. بفرمایین لطفا، بفرمایین اینجا، بفرمایین. خیلی خوب، زنمون نتونسته تحمل کنه اومده بهمون خبر داده. اونجه بفرمایین لطفا، بفرمایین. مامان و بابا تینا دارن میرن رستوران، زودی بیان. بیا دیگه اوزان، چرا نمیای؟ من میرم داخل رو ببینم، شاید دارم پشت سر بچه همون دستیسه درست میکنن ما خبر نداریم. حمید بذار اوزان بیاد بعدش برو. زندگی اینجا مال ماست دیگه. حمید این مزهش خیلی عجیبه، برو واسم قهوه بیار. باشه مامان جون. خیر باشه بابا جون، داری کجا میری؟ خیره خیره، این شماله پسرمه، فکر کنم تازه اومدی واسه همین منو نمیشناسی. نمیدونم تو کی هستی. گفتم که این رستوران مال پسرمه، اوزان استورک. آها، اوزانو میگی. حتما از اتفاقاتی که افتاده بی خبری. پسرت اینجا رو از دست داده. چی؟ تمام اوراق و بدهکاریای اینجا رو من پرداختم. برای همین اینجا دیگه مال پسر شما نیست، مال منه. و باید بگم که اومدن شما به اینجا قدغنه. هنوز هیچی تموم نشده. تموم شد دیگه، به آخر خط رسیدی آقا محمد. نامزدی تو تموم شده، دوست داری قبول کن، دوست نداری قبول نکن.
شنیدی تیومان چی گفت؟ تموم شد، همه چی تموم شد. نمیتونی این کارو بکنی. تموم نشده. نمیتونه تموم بشه. کافیه دیگه. دیگه اصلا نمیخوام نزدیک آیدا ببینمت محمد. حالا از اینجا گورتو گم کن. گم شو. این قضیه اینجا تموم نمیشه. کامرو اینجا چه خبره؟ قرار بود اوزان بیاد، اون کجاست؟ نکنه دروغ گفتی؟ یالا جواب بده کامرو، حرف بزن. تو از قضیه اینجا با خبر بودی؟ چرا نایمدی به من خبر بدی؟ هان! تو به من دروغ گفتی! واسه چی واقعیتو بهم نگفتی؟ حمید! به خاطر تو جلوی این آدم آبروم را... حمید! تو رو خدا آروم باش! یالا جواب بده کامرو! تو صورت من نگاه کن! یالا حرف بابا سب کن! آروم باش! اون مقصر نیست! به خاطر من بهت دروغ گفت! اگه کسی اینجا مقصر باشه اون منم. آره من رستورانو برای همیشه از دست دادم. نتونستم اینو بهتون بگم. آره من نتونستم موفق بشم. همه چی رو نابود کردم. همش تقصیر منه. حمید بابا
اوزان یعنی چی شده؟ اوزان، اوزان حالت خوبه؟ اوزان، ببینم حالت خوبه؟ اوزان صدامو میشنوی؟ ها؟ چشاتو باز کن اوزان. از بین رفت. من همه چیو خراب کردم. اوزان، اوزان چشماتو باز کن، خواهش میکنم. مثل بچه ها خوشحالیم، رو تاب تابی قلبمون بازی میکنیم. مثل بچه ها تاب تابی میخوریم. تیومان، محمد، این اینجا چی کار میکنه؟ واسه من تله گذاشته، اون دیوونه است، ولم کن. هایدا داری کجا میری؟ خدا رو شکر که تویی. چی شده؟ من میخواستم سورپرایزت کنم، نکنه ترسیدی؟ یه لحظه فکر کردم محمد رو دیدم، مثل یه کابوس بود. آروم باش عشقم، اون کابوس دیگه تموم شد، محمد نیست، فقط من و تویم. خیلی خوب؟